شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی هم اینجا با ما همراه شده. آقای سمیعی، امروز هم مهمانان مهمی دارن دموکرات‌ها، از جمله رئیس جمهوری سابق باراک اوباما و همسرش میشل اوباما. شروع بدی نداشتن در روز اول، به خصوص با اون سخنرانی احساسی آقای بایدن که طولانی هم بود با توجه به کارنامه‌ای که از او میدونستیم در این چند ماه اخیر. خیلی فکر میکنم شاید 10 دقیقه 15 دقیقه حرف بزنه، ولی نزدیک به یک ساعت سخنرانی کرد. با درود به شما مردم عزیز ایران. بله، ببینید، دموکرات ها کوشش کردند که شب گذشته رو به عنوان یک شب خداحافظی با جو بایدن برگزار بکنن و ضمناً از خود جو بایدن استفاده بکنن که بگن چرا کنارگیری کرد از دور انتخابات و چرا فکر میکنه که خانم کامالا هریس بهترین جایگزین برای ایشون هست. و بعد اون رفتار احساسی که چه با دختر خودش چه با خانم کامالا هریس داشت، میخواست در حقیقت نشون بده که ایشون با طیب خاطر این کار رو کرده و کنارگیری کرده، چون از حزب جمهوری خواه ایراد میگرفتن که این مرد سال خورده رو حزب دموکرات به ناحق کنار گذاشته یا از دور خارج کرده، ولی میخواستن اون رو یه مقداری عوض بکنن. و سخنرانیش همونجوری که دیشب هم عرض کردم خدمتتون، یه مقداری مرور بر گذرگاه خاطرات بود، اما یه مقدار دیگری هم آینده نگری در مورد اینه که دولت خانم کامالا هریس چگونه خواهد بود و چه رفتاری در مقابل دوستان امریکا در سراسر دنیا خواهد داشت. تقریبا یک مقایسه ای هم با آقای ترامپ بود، حتی بیشتر از خود آقای ترامپ. در میلواکی ایشون در از آقای ترامپ نام برد و در مورد اشتباهات یا عدم رفتار درست ایشون صحبت کرد. و من فکر میکنم ما امشب چیزی که از آقای اوباما بشنویم زیاد به آقای ترامپ اشاره نخواهد کرد، فقط به رفتار دولت جمهوری خواه اشاره خواهد کرد و کوشش خواهد کرد که یک وجهه جدید و چهره خوبی از خانم کامالا هریس ارائه بده. از انصاف اگر نگذریم، بالاخره این که شما در آستانه انتخابات نامزد اصلیتون یعنی رئیس جمهور مستقر کنار بره و جا رو باز بکنه برای معاونش که جای نامزد رو بگیره، خب تصمیم خیلی سخت و دشوار و بزرگی هست برای هر حزبی. ولی از انصاف نگذریم، به نظر میرسه که در این فرصت کوتاهی که داشتن دموکرات‌ها موفق شدن، حالا هر اختلافی هم که پشت صحنه بود و هست، که یک انسجام خوبی رو به افکار عمومی آمریکایی نشون بدن. کاملا این گونه هست، دقیقاً درست می‌فرمایید. برای اینکه ببینید، در مدت زمان بسیار کوتاهی از زمانی که آقای بایدن اعلام کرد که کناره‌گیری می‌کنه تا زمانی که رأی‌گیری برای تعیین نامزد حزب دموکرات که تقریباً دو هفته پیش هم بود، یه چیزی حدود 3 یا 4 هفته بیشتر زمان نبود و این بسیار بسیار کوتاه بود. بیشترین چیز رو هم من فکر میکنم که خانم کامالا هریس مدیون آقای جو بایدن هست، به خاطر اینکه به محض اینکه خودش کنارگیری کرد اعلام حمایت 100% از ایشون کرد. درست بعد از آقای جو بایدن خانم هیلری کلینتون و بیل کلینتون آمدن حمایت کردن، یکی دو روز بعد هم اوباما اومد حمایت کرد، یعنی این حلقه رو تنگ کردن که هیچ کس دیگری نتونه حضور پیدا بکنه و این انسجام حزبی رو نشون دادن. حالا این انسجام حزبی در 3 ماه آینده تا چه مقداری میتونه پایدار باشه و عملکرد خود خانم کامالا هریس در کارزار انتخاباتی چگونه باشه، اون بسیار حائز اهمیت است. چقدر فکر میکنید که سخنرانی اوباما میتونه کمک بکنه امروز به خانم هریس؟ چون اون هم یکی از اون سخنرانان بسیار پرتوان و قرای حزب دموکراته. ایشون یکی از بهترین سخنوران سیاسی است که در امریکا در حال حاضر وجود داره و من فکر میکنم که یک حمایت کامل و بیشائبه از خانم کامالا هریس خواهد بود. اما دست کم نگیریم، من بیشتر منتظر سخنرانی فردا شب آقای بیل کلینتون هستم، برای اینکه هر چقدر هم که آقای اوباما بیاد حمایت بکنه، این دیدگاه اعلام میشه که خب او هم یک فرد رنگین پوسته و جامعه رنگین پوستان رو میتونه برای خانم کامالا هریس جمع بکنه، ولی وقتی که یک مرد سفید پوستی که خودش رئیس جمهور امریکا بوده اون بیاد و با جامعه صحبت بکنه، اون بخشی از جامعه که خانم کامالا هریس الان بهش نیاز داره، مردهای سفید پوست و بانوان سفید پوست هست، رو اون میتونه بیشتر جمع. فکر میکنید الان در بدنه حزب جمهوری خواه و به خصوص خود حلقه نزدیک آقای ترامپ و شخص آقای ترامپ
الان بعد از دیدن عملکرد حزب دموکرات تا اینجا خوابشون پریشان شده، نگران یک انتخابات بسیار رقابتی تر هستن یا هنوز دست بالا رو دارن؟ به نظر من حداقل نگرانی براشون ایجاد شده. چرا؟ چون آقای ترامپ در گذشته اصلا پول برای هیئت انتخاباتی در ایالت کارولینای شمالی یا برای ایالت جورجیا در نظر نگرفته بودن، چون احساس میکردن که اون ایالت ها در حقیقت برنده شده هستن و نیازی به خرج کردن پول اونجا ندارن. ولی الان اومدن یه چیزی حدود 20 میلیون دلار بودجه تخصیص دادن فقط برای تبلیغات انتخاباتی در اون دوتا ایالت برای یه بازه زمانی 3 هفته‌ای. پس نشانگر این هست که این ایالت ها رو هم که قبلا فکر میکردن کاملا در اختیار دارن، الان یک برای اینکه این احزاب شما دست کم نگیرید که هر روز دارن نظرسنجی میکنن و این جمع نظرسنجی ها بهشون میگه که روند به کدام سو داره میره. و من فکر میکنم حزب جمهوری ها اتفاقا کار درستی هم دارن میکنن. از یه طرف دارن خرج میکنن در ایالت های کلیدی تر که بتونن خانم کامالا هریس رو بیشتر عقب برانن، و از طرف دیگر پیام خودشون رو مجددا برای مردم بگذارن و با خرج کردن پول در اون ایالت ها مطبوعات و رادیو تلویزیون ها هم پوشش میدن و این یک برای آقای ترامپ یک پوان مثبتتری حساب خواهد شد. ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی اینجا در سالن یونایتد شهر شیکاگو، محل همایش ملی حزب دموکرات.